به نام خدایی که با توکل به قدرتش راه رسیدن به اهدافم را هموار میکنه. به نام خدایی که خدای همه زندگی است. سلام. سلامی گرم تقدیم همه شما خانواده های عزیز، فامیل های محترم، شما مادران عزیز، پدران گرامی. امیدوار هستم که جور و سردمند باشین در کنار اعضای خانواده ای که پر از مهر و محبت هست، پر از صفا و صمیمیت هست. امیدوارم که در جمع این خانواده همیشه خوشبخت و موفق باشین. با برنامه روشنا باز هم همراه شما عزیزان هستیم و مهمان خانه های گرم شما عزیزان. امیدوارم که مثل همیشه همراهی کنین برنامه خودتان را با موضوعات مختلفی که هر روز تقدیم شما عزیزان میشه. و اما روز سه شنبه هست و ما امروز میخواییم که در رابطه با بعضی از اختلالات رفتاری که در هفته های پیش با شما عزیزان گفتگو و صحبت شده، امروز هم با شما عزیزان یک صحبت و گفتگوی بسیار خوبی داشته باشیم. خدمت شما مادران و پدران عزیزان که بسیار نسبت به فرزندانتان و نسبت به تربیت و آینده فرزندانتان بسیار توجه دارین و برایتان اهمیت داره، امروز حتما پس بیننده باشین. چرا که میخواییم در رابطه با یک اختلال رفتاری کودکان عزیز شما صحبت کنیم. اما وقتی میگم اختلال رفتاری، شاید یک سوال برای شما از آن پیش بیاید که کودکان عزیزتان در محیط خانواده شوخی های بیش از حد داشته باشن. خب کودکان و اطفال برای شوخی کردن هست، برای بالا پایین پریدن هست. و این که سوال براتون پیش میاد که آیا این اطفال ما، آیا این شوخی های بیش از حد او طبیعی هست یا نه؟ امروز ما جوابگوی این سوال شما عزیزان هستیم. پس حتما ما را همراهی کنین. خانم علیزاده عزیز امروز کارشناس برنامه ما هستن. سلام خانم علیزاده و خوش آمدین. تشکر، بسیار ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما خانم زوری جان و بینندگان خوب این برنامه. هر جایی که هستین انشاءالله جور و سعدمن باشین و زندگیتان به کام باشه. بسیار عالی، تشکر میکنیم از لطف شما. خانم علیزاده، فکر میکنم که در رابطه با اختلالات رفتاری در روزهای پیش شما صحبت و گفتگو داشتین با بیننده، در رابطه با استرس، اضطراب، پرخاشگری، ترس شما صحبت کردین. کل از اینا یک نوع اختلال هست که اختلالات رفتاری حساب میشه، گاهی وقتا در کودکان یا بزرگسالان دیده میشه و بسیار بسیار راهکارهای خوبی را شما هم بیان کردین بر خانواده‌های عزیز و مطمئنن اینها را به صورت کاربردی در مسیر راه زندگی خودشان پیش میبرن. و حال یک اختلال رفتاری دیگه هم در بین کودکان خانواده ها دیده میشه که خوب است که پدرها و مادرها نسبت به این موضوع هم توجه داشته باشن و هم اختلال رفتاری بیش فعالی هست. حالا ما میخواییم به صورت عامیانه ای را شما یک تعریف داشته باشین برای مادرای عزیز ما و بگین که اختلال رفتاری بیش فعالی یعنی چی، علائم از او را بیان کنیم و انشالله باز خصوصیات و عوامل از اون رو و انشالله که راهکارهای درمانشون بیان کنیم. شکر، خواهش میکنم. بله، موضوع ما به طور کلی خانم بیان جان، خانم زوری جان، بیان اختلالات رفتاری است در کودکان و بحث مبحث امروز ما در مورد بیش‌فعالی. درست. بیش‌فعالی یا اصطلاح علمی از او به نام ADHD یک نوع اختلال رفتاریه که کودکان در کنترل رفتار خود دچار مشکل میشه. ما بسیار از کودکان میبینیم که مابین خانه بیش از حد شوخ است. خانم دوجو درسته؟ بله، بیش از حد شوخه. بله، بیش از حد شوخی طبیعت کودک است. باید شوخی طبیعی داشته باشه، بالا پایین داشته باشه، هیجان داشته باشه، سر صدا داشته باشه. اما یک وقت هست که شوخی بیش از حد که خارج از کنترل است، نه خودش کنترل میتونه، نه پدر مادر میتونه او رو کنترل کنه. بله. و این هم در خود طفل آسیب زا هست، هم در خانواده و هم در آینده از او مشکل زا میشه. درسته. این میشه یک نوع اختلال، یک نوع مشکل، یک نوع بیماری به نام بیش‌فعالی. بله. کودکی که بیش از اندازه فعالیت داره، کودکی که آرام و قرار نداره. علائمش هم میگه؟ بله، علائمش هست. با خاطر از اینکه مطمئنا برای والدین یک تشویش ایجاد شده کمیاله. سون اولادای خود سعی میکنن میگن آیا این طفل ما این اختلال داره یا نداره؟ کودکی تشویش نداره این گپ. ببینید، شوخی طبیعت کودک است تا یک حدی.
حالا یه علائمی که من خدمت شما عرض میکنم که بله معلوم غیر نرمال است، بله دیگه آسیبزا هست. خب این میشه به عنوان یک اختلال رفتاری به نام بیشفعالی. خب علائم از چی هست؟ حالا به قول شما شاید می الان مادرها اولادای خود زیر نظر بگیره خب که نکنه که اینا که شوخ هستن شوخ هستن من همین بیماری نداشته باشه ولی صحبت نه گاهی وقتا پیش میاد که اولادا شوخی میکنن در حد طبیعی خودشان ولی والدین حوصله ندارن. اینا حالا فکر میکنن که نه به خدا خودشان حوصله ندارن فکر نمیکنن، میگن اولادای ما بیش از حد شوخ است. ولی خب باید اینو توجه داشته باشن که علائم ازوره که شما حالا برشان بیان میکنین اونا رو مد نظر بگیرن. بله کودکی که بیش فعال در یک مکان آروم قرار نداره. مثلا وقتی که شما همی اولاد خود ما بین یک چوکی میشونی میگی بچه من دو دقیقه آروم باش من برم برگردم یا کدام کاری انجام میدم، این نمیتونه روی چوکی آروم بشینه، یا با خود بازی میکنه با دیست خود یا نشود با چوکی خود بازی میکنه، بلند میشه میشینه چرخ میخوره، آروم قرار نداره. نه آرامش نداره، لحظه ای نمیتونه آروم بشینه. کودکی که بیش فعال است، شما وقتی یک فیلم رو میگذاریم به یک تلویزیون پیش رو روشن میکنی نیم ساعت 20 دقیقه نمیتونه فیلم نگاه کنه، یا یک فیلمی که شروع شده یک کارتونی که شروع شده از اول تا آخر از اون حوصله نداره نگاه کنه، نصفه رها میکنه، 10 دقیقه که نگاه کنه بعد از اون باز میخیزه کدام کار دیگه میکنه، راه میره شوخی میکنه بازی میکنه. مقصد یک فیلم یا یک کارتونی که 20 دقیقه یا نیم ساعت باشه از اول تا آخر روی زور تمرکز نداره، نمیتونه تا آخر اون فیلم نگاه کنه، یا ازش بپرسی که بچه من این فیلم چی گفت در مورد چی بود داستانش چی، چی یادش نمیمونه چون فکرش جمع نبوده. از اول تا آخر تمرکز نداشته، نمیتونه دست خودش هم نیست، نمیتونه روی یک چیزی بیشتر از 10 دقیقه بیشتر از 20 دقیقه تمرکز کنه. خب معمولا این رقم بچه ها با در مامان مکتب یا ما بین خانه با همسینفی های خود با خواهر برادرای خود بسیار درگیری داره. مثلا فرض کن مادر یک چیز رو تقسیم میکنه میگه به نوبت، یا حوصله نوبت رو نداره از همه آخر است بپره میاد اول میگه که اول از من رو باید بدی، عجول است، حوصله صبر و حوصله نداره، صف و نوبت رعایت نمیتونه و معمولا دوست داره خیلی زود به هدف خود برسه، طاقت استادن صبر کردن را نداره. رابطش با حواس پرتی چی هست؟ بسیار زود حواسش پرت میشه. مثلا ما بین خانه که کلگی ساکت است یا یک فیلم نگاه میکنه کوچکترین تقی کوچکترین صدایی کوچکترین مثلا تلفنی زنگی میزنه دیگه یه حواسش پرت میشه دیگه میره طرف همزو، اما که تمرکز نداره. حواسش پرت میشه به هر چیز. باز ما بین مدرسه هم خانم زو جان بسیار این رقم اولادا مشکل داره، چرا که وقتی که میره سر کلاس خب معلم از اون انتظار داره که بله وقتی که درس میده کلیگ شاگردا ساکت باشه تا او درس گوش کنه یاد بگیره، ولی این رقم طفل ما بین مکتب آرام قرار نداره، 10 دقیقه اوله که اگه درس گوش کنه با شور میکنه یک صدایی از خود بلند میکنه، یا صنف به هم میزنه، یا هم کلاس خود یک بالاخره سر صدای میکنه آزار میده اذیت میکنه. مقصد حوصله نداره که یک مبحث درسی را که معلم داره درس میده از اول تا آخر گوش کنه. برای همین است که در مدرسه همیشه دچار مشکل است، همیشه معلم حدیث از او نالان است، همیشه همسینفی های حدیث از او نالان است، چرا بله. که نمیتونه آرام قرار نداره. من معمولا این رقم اولادا خب درسایش هم ضعیف است چون که یاد نگرفته، چون تمرکز نکرده که یک مطلبی را تا آخر یاد بگیره. اما اولش گوش میکنه دیگه بقیه شو رها میکنه، یعنی اگر بشینن و درس گوش کنن ذهنشان خوب است. آن خیلی هاش بله ذهنهای نرمال داره و ولی بخاطر از اینکه نمیتونن بشینن بله مشکل از اینا دیگه است که تمرکز ندارن، نمیتونن که روی یک مطلبی تمرکز کنه از اول تا آخر از اون گوش کنه. معمولا در گوش کردن دچار مشکل است، در یک جمع هایی که سخنرانی باشه، در یک جمع هایی که نیاز به گوش کردن داشته باشه این رقم اولادا تحمل نداره که یک سخنرانی رو گوش کنه، تحمل نداره که یک فیلم تا آخر نگاه کنه، تحمل نداره که مابین یک بحث یک مطلب شرکت کنه و فکر خود جمع کنه که می از اول تا آخر از این مطلب چی بود.
و این خاطر هست که معمولا در گوش دادن هم دچار مشکل میشه. بله. خب معمولا این رقم اولادا باز حواس پرتی هم داره، طوری که وقتی مکتب میره معمولا یا مداد خود یا دفترچه خود کتابچه خود جا میگذاره، به نظم مثلا جا میگذاره، به خاطری که تمرکز نمیکنه که ببینه ما بین امی بگ مدرسه خود کلی از اون وسایل گذاشته یا نه. اما نیمه نسبه که میگذاره رها میکنه میاد ما بین خانه، یا از خانه که میره مکتب مرخم نیمه نسبه وسایل خود میبره. معمولا وسایل شخصی خود گم میکنه، معمولا وسایل شخصی خود جا میگذاره، چون تمرکز نداره، مرور نمیکنه به ذهن خود که من چی داشت و کلی از اینا رو جمع کنم، حوصله کارا را نداره. خوشش دهیست که بتونه یک ساتری کنه، بله، یا یک شیطنت کنه، یک شوخی کنه. بیشتر دنبال فعالیت هست. بله. بیشتر دوست داره که فعالیت جسمی داشته باشه. برای همین است که ما با اینا میگیم کودکان بیش فعال. یعنی بیشتر از اندازه استاندارد یک کودک فعالیت میکنه. بیش از اندازه فعالیت میکنه. خب بیش از اندازه فعالیت کردن یا راه رفت یا راه میره یا گپ میزنه بیش از اندازه، یا زد و خورد میکنه، لتوکوب میکنه. مقصد این که یک جای آرام قرار نداره. حالا به خاطر از این که یک انرژی بیش از حد در وجود خود احساس میکنه. بله، باز توی علتهایش هم که حالا فعلا ما همون علائمش رو بگوییم. بله، تحرک جنب و جوش بیش از اندازه داره. مادر دست زور گرفته ما بین یک سرک که تیر میشه. بله. یک لحظه دست مادر رها میکنه، خز میکنه. خب این خطر میسازه. یا این که مثلا داخل یک، اتفاقا من یک خاطره بگم، در مابین یک ماشین نشسته بر موتر، یک مادر عقب نشسته بود، بچه‌ش هم میرقم جنب جوش میکرد. یک دفعه از عقب صندلی عقب پرید جلو و فرمان راننده رو گرفت. چقدر خطرناک. بله. بسیار حرکت های بیجا و تکانوشی و یک دفعگی داره. یعنی انگار هیچ مادر قابل پیش بینی نیست. قابل پیش بینی نیست. این رقم نیست که مادر او را کنترل کنه و بفهمه که الان بچه ای کار میکنه. در لحظه یک دفعه او کار انجام میده. درست است. بدون میان برنامه آماده نش داریم خانم علیزاده، ببخشید تقدیم عزیزان. بعد از این وقفه و میان برنامه کوتاهی که میبینیم همراه با هموطنان عزیز ما، ادامه صحبت، علائم و بعد از اون ان شاء الله که عواملش میپردازیم. همراه ما باشین عزیزان. اللهم صل على محمد المصطفى تشکر از همراهی همیشگی شما خانواده های عزیز، و خصوص شما پدرها و مادرهایی که میخواین آگاهی های لازم داشته باشین نسبت به تربیت کودکانتان، و انشالله که آینده سازان کشور، جامعه و خانواده هستند، و توجه شما والدین میتونه که بهترین فرزند تقدیم جامعه شود. پس بسیار خوب است که ما نسبت به همه موضوع کودکان ما توجه داشته باشیم، و اگر خدای نکرده دچار اختلالات رفتاری هستند آنها را مد نظر بگیریم، توجه کنیم و راه‌های درمان از او را و راه‌های برخورد و رفتار نسبت به آنها را یاد بگیریم. امروز هم موضوع برنامه ما هم همین هست، یک نوع از اختلالات رفتاری که بیش فعالی کودکان هست، با شما عزیزان گفتگو میکنیم، و خانم علیزاده بسیاری از علائم او را برای شما عزیزان بیان کردن. خانم علیزاده، این علائمی که شما الان گفتین، یک سوال پیش میاد، آیا این علائم، کل این علائمی که شما الان گفتین در کودک بیش فعال دیده میشه؟ یا ای که نه، یکی یا دو تاش اگر اون باشه بازم بیش فعاله، یا نه باید کلش باشه؟ مطلب اصلی و مسئله اصلی در بیش فعالی مسئله تمرکزه. ببینین، شاید یک بچه باشه که شوخ باشه اما درس خود خوب میخونه، تمرکز خود داره، این مشکل نداره، بیش فعال نیست، چرا که تمرکز خود داره. یا وقتی که ما بین مدرسه است میفهمه که الان درس که میده استاد باید ساکت باشه، اونجا ساکته،
درس خود میگیره میفهمه. خب بعد از اون در بقیه مواقع شوخی خود داره. خب این بچه نرمال است، کمی شوخ است، درست فعالیت داره یا انرژی بیشتری داره، اما بیش فعال نیست. مسئله اصلی ما در بیش فعالی تمرکزه. وقتی که یک بچه تمرکز نداشته باشه و اینکه یک رفتار تکانشی داشته باشه، به غیر منتظره داشته باشه، دیگران انتظار نداره یا مادر منتظر نیست، یک دفعه میپره. وقتی شما سوالی از اون پرسین بچه بیش فعال، قبل از اینکه سوال شما تمام شوه جواب به شما میده، حوصله نداره که صبر کنه سوال شما تمام شونه. مثلا وقتی که معلم میپرسن نام تو، میگه محمد، هنوز به سوال کامل نشده نام تو چی هست اینا را، اگر میگه نام تو، هنوز معلم داره بیان میکنه، او جواب میده. یا بسیار مسائل دیگه، وقتی که صحبت میکنی هنوز شما حرف خلاص نشده جواب خودم میده. معمولا کودکان بیش فعال یک تمرکز نداره، بسیار مهمه، و دومی که رفتارهای تکانشی داره که قبل غیر منتظره ممکنه یک رفتاری را داشته باشه. یعنی اگر که تمرکز حواس داشته باشه و او علائم دیگه که شما گفتین، بله، اگه اونا شوختر باشه این انرژی بیشتر فرق داره، فرق اون بیش فعال، بله، گفتن نمیشه، بله، درس خود بخونه یا مثلا ما بین یک فیلم تمرکز داشته باشه، یک وقتی که سخنرانی از کدام گپی از موضوع مهمی هست از اول تا آخر رو گوش میکنه و بس دیگه، او دیگه مشکل نیست، مشکل نداره بیش فعال. و ممکنه این سوال پیش بیاد باز بسیار از مادرها که این علت چی میتونه باشه، چرا چی میشه که بعضی اولادا بیش فعال میشه، و یا اینکه ما بین خانواده، خب ممکنه یک خانواده شش بچه داشته باشه، یک از اون بچه ها همی علائم داشته باشه، خب چطور میشه که اون بچه چرا فرق میکنه با بچهای دیگر؟ این درجه بیش فعالی هم وجود داره، یعنی هست که یک نفر بیش فعالیش مثلا درجه یک باشه، یکی دو، یکی سه باشه، کمتر زیادتر هم میشه. بله اینم میشه. خب چطور میشه که امی بچه بیش فعال به دنیا میاد؟ اولین عاملی که تا الان دانشمندا یک عامل اصلی و مخصوصی را نتونسته کشف کنه که بگیم امی عامل باعث میشه، خب بیشترین بحثی که داره فعلا روی ژنتیک هست، که ژنتیک بسیار تاثیرگذار است در بچه‌ای که بیش فعال است. خب ممکنه در یک نسل ما، دو نسل ما، سه نسل ما دیده نشه، اما ازدواج های فامیلی که با هم صورت میگیره معمولا این ژن نهفته داره. ممکنه در وجود پدر برای سه نسل قبل باشه، برای مادر مال دو نسل قبل باشه. خب وقتی اینا دو جن نهفته کنار هم قرار میگیره، معمولا در این نسل بارز میشه و خود نشان میده که میبینی پدر مادر آرام، بچه بش فعال، حالت جهش رسیده، جهش داره. باز فکر میکنی که پدر بزرگ و مادر بزرگ هم آرام بوده، چطوری بچه؟ خب ممکنه دو نسل قبل، سه نسل قبل این جن در وجود ازو بوده که آشکار شده. خب پس اولین مسئله ژنتیک است که بسیار تاثیرگذار است. دومین مسئله مادرانی که معمولا مواد مخدر مصرف میکنن در دوران بارداری یا سیگار مصرف میکنن، احتمال بروز بیش فعالی در بچهای از اونها وجود داره. یعنی خانم علیزاده ببینید، مثلا وقتی حالت موروثی است، یعنی که از امکان داره که میزن. از نیاکان از به صورت ارث رسیده باشه، بله. خب مثلا یه خانواده 6 تا فرزند داره، 5 تا فرزند داره، فقط به یکی از به یکی منتقل شده، منتقل بله. میشه، بله، ممکنه که همو ژن در اون اولاد ممکنه که او منتقل شوه و بارز شوه. به کلشان امکان پذیر نیست. نه، به کلشان امکان پذیر نیست که کل گم. اگه تو شوه که یک فاجعه میشه. درسته. و اما مسئله بعدی خود مادر گفتیم سیگار کشیدن یا مصرف مواد است، و مسئله دیگه صدمات مغزی که ممکنه طفل در دوران جنینی یا بارداری مادر دو وارد شده باشه. صدمات، بله؟ صدمات مغزی ممکنه در حین تولد دو وارد شده باشه، بله؟ و ممکنه در ماه‌های بعد از تولد دو وارد شده باشه. پس صدمات جسمی که به مغز وارد میشن بسیار مؤثر است. صدمات مغزی که صدماتی که به مغز وارد میشه در دوران بارداری چی میتونه باشه؟ مادری که ممکنه از جای غلطیده باشه، مادری که ممکنه خدای نکرده دچار لاتوکوب شده باشه، مادری که ممکن دچار یک آسیب جسمی شده باشه، به جنین از آسیب مغزی وارد میشه. درست. و یا موقع تولد، هنگامی که تولد میکنه ممکنه که مشکلی برای مغز از او ایجاد شوه. و یا اینکه وقتی که باز اولاد به دنیا میایه، خب طفل چند روزه هست، یک ماه، دو ماه هست، باز هم ممکنه از دستش غلطیده باشه. باز اینا هم کلی که تاثیرگذار است. درست. و ممکنه آسیب برای مغز از او ایجاد کرده باشه.
خب اما چی میشه؟ ممکنه که بازم این سوال بشه کدوم قسمت از مغز دچار مشکل میشه که همی بچه دچار بیش‌فعالی میشه. ببینین مغز ما سلول‌هایی داره که مخصوص رساندن پیام‌های عصبی هستن که پیام عصبی رو گیرنده ها میگیرن به مغز میرسونن و او پیامی که دریافت میکنن باز به او گیرنده عصبی میرسونن و روی این سلول‌های عصبی باز مواد شیمیایی قرار داره. بله. خب یک بچه بیش فعال این مواد شیمیایی که روی سلول عصبی قرار داره مقدارش کمه. خب. و همین مقدار کم باعث میشه که او تمرکز طبیعی نداشته باشه. دقیقاً. یعنی از لحاظ ژنتیکی معمولاً در وجود اولاد هستی رقم. پس از لحاظ علمی سلول‌های عصبی روش ماده شیمیایی هست بلد. که او ماده شیمیایی ممکنه در بچه‌های بیش‌فعال مقدارش کمه. کمتر و همین کم بودن از باعث میشه که در تمرکز طبیعی نداشته باشه. این مشکل اصلی که ایجاد میشه. درست. خب اینم از علایمی میشه گفتیم که این رقم اولادا این مشکلات را داره و علتهایش هم که بیان کردیم که ژنتیک میتونه باشه، بله. صدمات مادر میتونه باشه، درست. صدماتی که خود اولاد میتونه داشته باشه، بله. در دوران بعد از تولد و غیره. همه اینا ممکنه باعث بروز یک فرزند بیش‌فعال باشه. حالا اعتیاد مادر چطور؟ حالا متاسفانه بگویم چه قسم بگویم که بله. در بسیاری از خانواده ها حالا خب مردان داشتن اعتیاد به سیگرت یا به همسالهیم، حالا متاسفانه میبینیم که حتی مادران، زنان، دختران جوان ما هم روی آوردن به سیگرت کشیدن، به اعتیاد به بسیاری از مواد مخدر. خب این اعتیاد هم میتونه روی زنان باردار به خصوص روی فرزندانشان و جنینشان مؤثر باشه؟ قطعاً تاثیرگذار هست. ببینید وقتی که موادی که مادر مصرف میکنه خب معمولاً آرام بخش است. معمولاً روی سیستم عصبی مادر تأثیر میگذاره. خب مادری که در درون خود جنینی داره که در حال تکامل سیستم عصبی است، قطعاً مخصوصاً در ماه‌های اول بسیار تاثیرگذار هست که بله. و حتی با منجر به بیماری‌های تنفسی میشه که بعضاً بله. ریه‌های از دچار مشکل میشه و خیلی وقتا دیدن که وقتی که نوزاد به دنیا میاد از یک مادری که دچار اعتیاد است، اون نوزاد هم دچار اعتیاد است و زجر میکشه، درد میکشه وقتی متولد میشه و باید حتی او هم بله اعتیاد و وقتی که به دنیا میاد باید اون موادی که مادر مصرف کرده به اون نوزاد تزریق کنه، وگرنه او رنج میکشه، درد میکشه و قطعا وقتی که تکامل پیدا میکنه در دوران جنینی خود، آنچه که مادر مصرف میکنه چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی و روانی، یعنی وقتی افسردگی را تجربه میکنه، وقتی ترس و اضطراب را تجربه میکنه، وقتی خشونت را تجربه میکنه، قطعا اینا روی جنین از او تاثیرگذار هست. بله قطعا. بسیار از مادرها امکان دارن بعضی از مریضی ها یا بیماری های داشته باشن و دواهای مصرف کنن. آیا او دواها هم بسیار تاثیرگذار است؟ بله، برای همین است اگر مادری پیش یک دکتر میره، حتی مثلا یک دندون درد داره در دوران بارداری خود، حتما به او دکتر بگه که من باردار هستم. چرا که همون آمپولی که تزریق میکنه یا اون قرصی که مصرف میکنه کلی از اینا روی جنین تاثیر گذاره. خب شاید مثلا دمو یک دفعه ای که او مصرف میکنه شاید قدر تاثیر نکنه، ولی اگر زیاد از حد باشه و در دوران چند برهه از بارداری او، چند ماه از بارداری از او اگر تداوم داشته باشه، امکان در سه ماه اول بارداری بسیار تاثیر داره. سه ماه اول بله، حتما مادران ما آگاهی داشته باشه، شرم نکنه تشکیل میشه. بله. بله شرم نشه وقتی میره پیش یک دکتر یا برای هر مریضی هر مشکلی که داره حتما بارداری خود بیان کنه. عکس گرفتن بسیار ضرر داره در دوران بارداری. ممکنه مشکل دیگه داشته باشه، خب دکتر پیشنهاد کنه که باید شما عکس بگیرید، باید سی تی اسکن بشین، کلی از اینا تاثیر. حتما باید بگه که من باردار هستم. بسیار از دکترها خب انجام نمیده و صبر میکنه که اولاد از به دنیا بیایه، بعد از او باز مراحل ادامه میده. بسیار خب، تمام این موضوعاتی که شما بیان کردین میتونه که جزء عوامل ایجاد اختلال رفتاری بیش فعال باشه برای کودکان و اطفال و به واقعیت ما باید بسیار حساس باشیم، بسیار دقیق باشیم، به خصوص مادران عزیز ما که باردار میشن و مادر هستن و این مسائل را بسیار بسیار باید حساس و دقیق باشن نسبت به همه مسائلی که باعث ایجاد اختلال رفتاری در کودکان میشن. باز هم همراه ما باشین، بعد از یک وقفه همچنان گفتگو میکنیم نسبت به این موضوع و انشالله که شما عزیزان هم استفاده ببرید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزانی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین، جان سپاس. امروز هم همراه شما بوده و امیدوار هستم شما عزیزان برنامه‌ریزی داشته باشین، هر روز بیننده برنامه روشنا باشین. و اگر چنانچه سوالی در ذهنتان هست و صحبتی، انتقادی، پیشنهادی، حتما با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-413 خب نمبر واتساپی ما هست، هر روز براتان میگیم و خوش میشیم با ما در ارتباط باشین. و اما در بخش پایانی هستیم و راه های درمان از او رو هم برای شما ازان میخواییم بیان کنیم. موضوع ما در رابطه با اختلال رفتاری بیش‌فعالی در کودکان بود، علل از او را بیان کردیم، عوامل از او را گفتیم و حالا هم میخواییم که چند تا راه درمان هم بگویم. تشویش نداشته باشین والدین عزیز، هر مشکلی و هر اختلالی راه حل داره و شما عزیزانی که دوست دارین و علاقه من هستین که فرزندان سالم داشته باشین، با شنیدن و توجه و همچنین با تحقیق بسیاری از این اختلالات میتونین فرزندان سالم و فرزندانی که پر از آرامش هستن داشته باشین. پس راه درمان از دوره با خانم علیزاده عزیز میخواییم گفتگو کنیم، حتما توجه کنیم. خب خانم علیزاده، حالا که گفتیم علل گفتیم، عوامل گفتیم، حالا برسیم به اصل گرد، حالا راه درمان از دوره چیست؟ ممکنه که بسیار از مادرها حالا در اولادای خود دقت کنه و فکر کنه که ممکنه که یک اولاد از من این مشکلات داشته باشه یا این نشانه ها رو داره و شاید نگران شه، مضطرب شه که آیا این درمان داره یا نداره. خدمت شما هستم، بله درمان داره، البته درمان قطعی و ثابت که بگه همین دارو رو مصرف کنه یا فلان کار بکنه قطعا بیماری برطرف میشه نیست. خب ولی مادر توجه داشته باشه به طور کلی، والدین که هر چه زودتر درمان رو شروع کنه زودتر به نتیجه میرسه و نتیجه مطلوب تر میرسه. یعنی هر چه زودتر تشخیص داده شده حتی لحاظ سنی معمولا کودکان زیر 12 سال بهتر درمان میشه. خب وقتی که بیماری بمانه و اون کودک کلان شوه، نوجوان شوه، جوان شوه، قطعا درمان از او خب به مراتب سخت‌تر است. ولی اینم داشته باشین که بسیاری از این تحقیقات نشون داده خب که بسیار از کودکانی که دارای هوش متوسط و به بالا متوسط به بالا هستن، معمولا در کودکی وقتی که این نشانه های بیش‌فعالی رو داشته باشن، کم کم که کلان میشه وارد دنیای نوجوانی و جوانی میشه، متوجه رفتار خود میشه که رفتار ما غیر نرمال است. رفتار ما سنی متوجه میشه؟ معمولا در نوجوانی وقتی کلانتر میشه کم کم متوجه میشه که رفتار ما اشتباه هست، رفتار ما با دیگران فرق میکنه و ما باید روی رفتار خود تمرکز داشته باشم، تلاش میکنه، تمرکز پیدا میکنه و کم کم یه علائم برطرف میشه. پس میتونه دست نوجوانی تمرکز داشته باشه روی اعمالش؟ روی معمولا یه تحقیقات نشون داده که کودکانی که دارای هوش متوسط به بالا باشن، اما بسیاری از این کودکان هستن که هوش متوسط به پایین دارن. این رقم کودکان معمولا این علائم تا بزرگسالی با خود دارن. یعنی باید بیشتر مادر در فکر باشه که در فکر درمانی از این رقم اولادا باشه. اولادهای باهوش گفتم که بعضی از اولادا هستن که بیش از حد شوخ هستن، اما
دارای هوش بالاتری هم هستن. یه رقم مولاد وقتی کلانتر میشه، بوشیارتر میشه، به قول معروف خودش میفهمه که این من این مشکلات دارم و برای برطرف کردن این مشکلات تلاش میکنه، چون خودش مشکلش قبول داره. ولی اولادایی که خب معمولا هوش متوسط به پایین داره، خودش مشکل خود قبول نداره. درست. و معمولا این علائم با او میمانه تا اگر بزرگ شه. پس بنابراین تا زیر 12 سال اگر درمان شود خیلی بهتر است. من معمولا بیش‌فعالی اختلالی است که در پسران بسیار شایع است نسبت به دختران. در پسران دیدم در پسران 3 برابر دختران این اختلال وجود داره. خب ما بیشتر پسر شر و شوخ و مشکل زای از این لحاظ دارن. دختران معمولا آرام‌تر است. بزنها مشکلات مخصوص به خود دارن. خب پس اختلال است در پسرها بیشتر هست. و در سن پایین‌تر راحت‌تر درمان میشه. خب درمانی چی رقم است؟ چی رقم راه درمانی است؟ یک از درمان‌هایی با دارو درمان میشه. خب با دارو درمان میشه و این را باید پزشک تشخیص بده یا یک روان پزشک تشخیص میده که به اندازه به میزان بیش‌فعالی از کودک دارو تجویز میکنه. همون چیزی که شما در اول برنامه گفتین که آیا بیش‌فعالی شماره 1 داره، شماره 2 داره، 3 داره، همین رو میخوام اینجا عرض کنم که درستن. بله به اندازه بیش‌فعالی کودک به اندازه از او درمان ممکنه تغییر پیدا کنه و دارویی که تجویز میکنه فرق میکنه. معمولا قرص ریتالین بسیار رواج داره که روان پزشکا و دکترهایی را تجویز میکنه. حالا مقدار از او که نصفه مصرف کنه، یک چهارم مصرف کنه، یک دونه دو دونه، بستگی داره به میزان بیش‌فعالی از او کودک. حالا خیلی معمولا... موضوع رو بگویم که بدون نسخه دکتر هیچ وقت تجویز نکنن خود والدین. قصد نباشه که سرماخوردگی نیست که حالا یک مادر مادرها بره سوا بگم یک مادر مثلا طفل بیش‌فعال داره، یک مادر دیگه حالا خوارش مثلا طفلش هم توریست، ای به او تجویز. بله. این رقم بسیار مهم است که ما بگیم چون بچه خواهر امیر علایم داره، من هم داروی امزور ده بچه خودم بچه خودم بدم که امیر مثل امزور باشه. نه این رقم نیست. و یکی دیگه معمولا که کودکانی که مکتب میره، خب این رقم داروهای قبل از صبح که میره مکتب معمولا مصرف میکنه که در داخل مکتب تمرکز بیشتری داشته باشه. در روز پس در روز مصرف میکنه که به خاطری که گفتیم همون مشکلی که گفتیم روی تمرکز ایجاد میکنه، این داروها معمولا سعی میکنه که همون مرکز را به حالت نرمال و طبیعی برسانه که مشکلزا نباشه. پس یکی از راه‌های درمان از او دارو درمان است. یکی دیگر از راه‌های درمان از او مشاوره والدین است. یعنی به پدر و مادر این آگاهی را بدیم که مشکلی اولاد شما یک اختلال رفتاری داره و نوع یک نوع بیماری داره که شما او را باید درک کنید. ببینید مادرای عزیز، اصل هدف این برنامه آگاهی دادن است. بله. اینه که ما متاسفانه مخصوصا جامعه ما، مردم ما که بالاخره سطح آگاهی پایین تر است، سطح سواد پایین تر است و بسیار مشکلات دیگه است که مردم ما دغدغه‌اش را دارن و کمتر به این مسائل میپردازن، از همینجا نشأت میگیره که طفلای ما قربانی میشن. ما متاسفانه این رقم اولادا رو وقتی در مابین خانه داشته باشیم، به جای اینکه به چشم یک نوع اختلال، به چشم یک نوع بیماری به اون نگاه کنیم، ما لطکوب خودم میکنیم که این بچه ما شر است. خب این بچه ما چرا این رقم است؟ من اگر این شوخی میکنم، من اوقات او را لطکوب کنم و آزار جسمی میده، ممکنه پرخاشگری بکنه که من این رقمی را آرام کنم، در حالی که این روش آرام کردن نیست. مادر و پدر عزیز، با لطکوب کردن اولاد خود چند تا بیماری دیگر هم به او اضافه میکنین. چرا که اولاد میمانه؟ چون گفتیم که کودکی که دارای بیش‌فعالی است، بله، خودش مات و مبهوده. چرا مادر به من رفتار بله میکنه؟ بله. چرا من هر لحظه مؤاخذه میشم؟ چرا من سرزنش میشم؟ چرا من لطکوب میشم؟ چرا از من انتقاد میکنه؟ بله بله. او میمانه چون خودش متوجه رفتار خودش نیست. بله. قبول نداره که رفتارش اشتباهه. میگه من همین لحظه باید بلند میشدم، همین لحظه من قالمقال میکردم. هرچی مادر میگه که تو نباید کار میکردی. یا اگرم میکنم اوکن... لط میکنم. بله. یا به من بله. توهین میشه که تو بیادب هستی، تو بیتربیه هستی، بله. تو ادب نشدی، ما رو بردی، رقم کردی، من خدا مرا مرگ بده مادر رو. خب ممکن نفرین کنه و خیلی گب و بر مشکلات از اون اضافه تر میشه. اضافه تر میشه. ما معمولا بسیار بیش‌فعالی رابطه نزدیکی داره با ترس و استراب. چرا؟ اولادی که وقتی مدام سرزنش میده میشه، مدام مؤاخذه میشه،
وقتی میخواد یک رفتاری انجام بده استراب داره، منتظر است که الان مرا مادر مؤاخذه میکنه، پدر مؤاخذه میکنه، الان مرا معلم مؤاخذه میکنه که من این کار کردم. همین استراب باعث میشه کم کم دچار افسردگی شود و سعی میکنه که در دنیای درون خودش برو بره، سعی میکنه که چون هر کاری که میکنه میبینه مؤاخذه میشه، میگه پس بهتر است که سکوت کنم و چیزی نگم یا کدام کار نکنم و این باعث افسردگی میشه، منزوی حتی میشه. پس لتو کوب کردن، دشنام دادن، سرزنش کردن، مؤاخذه کردن، انتقاد کردن راه درمان نیست. ما باید بپذیریم که اگر اولاد ما این مشکل همی این آگاهی را داشته باشیم که این یک نوع اختلال است، یک نوع مشکل است، یک نوع بیماری است و باید در پی درمان از او باشیم. مشاوره والدین سعی میکنه که همی آگاهی را به پدر و مادر بده که بله. اولاد خود را بشناسه و او را بپذیره که این بیماری است که راه درمان به خود داره بله. و باید دنبال راه اصلی درمان بله. از او باشه. واقعا خانم علیزاده این رفتار والدین نسبت به قسم کودکان بسیار اهمیت دارن. بله. یعنی فکر کنیم که امکانش هست که بیش‌فعالی و اختلال رفتاری بیش‌فعالی از او کنترل شود، درمان شود، ولی در ادامه به شخصیت او صدمه خورده، به بسیاری از استعدادها و توانمندی‌های او صدمه خورده بله. و امکان داره که بیش‌فعالی او خوب شود ولی دیگه چیزهای دیگه با در وجود از او پرورش پیدا کنه و مشکلات زیادتر شود. این رفتار والدین حالا همیشه اهمیت داره، در این قسمت و در این موضوع اهمیتش بسیار بیشتر میشه. دقیقاً. و بسیار از والدین ما معمولاً بیماری‌های جسمی رو میپذیره. میگه اولاد من خب مریض است، ناجور است، او رسیدگی میکنه. اما بیماری‌های رفتاری، بیماری‌های روانی رو متأسفانه چون آگاهی ندارن، تشخیص نمیدن. تشخیص نمیدن، نمیپذیره. خب این برمیگرده ریشه‌یابی کنیم به سطح سواد جامعه بالاخره و مخصوصاً سطح سواد مادران جامعه که باید این اطلاعات را داشته باشه. خب میطلبه که مطالعه داشته باشه، میطلبه که دنبال این رقم برنامه‌ها باشه، میطلبه که آگاهی خود نسبت به تربیت اولادها افزایش پیدا بده تا واقعا مسئول است یک مادر. ببینید بسی گفتم از تو عوامل لحظه‌ای که حتی میخواد باردار شوه مسئولیت یک پدر دقیقا. مادر شروع میشه. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم و یک سوال دیگه هم که در ذهن من بود که چرا مثلا اگر این به بزرگسالی انتقال پیدا کنه، همین حالت بیش‌فعالی، و در سطح یادگیری و ذهنیت و افرادی که مثلا به بزرگسالی رسیدن آیا میتونه مؤثر باشه؟ ببینین ممکنه که اون علائم بیش‌فعالی کم شه. خب یک فرد بزرگسال، یک مرد کلان 40 ساله که دیوار بالا نمیره، درسته؟ یا لتوکوب میشه، لتوکوب نمیکنه، یا دیگر آزاری نداره. اما در امور سازماندهی دچار مشکل میشه، در مدیریت خانوادهش دچار مشکل میشه. وقتی که چند تا کار دهو بسپاری گیج میشه آدیگه. که چی رقم سازماندهی کنه که من این چند تا کار چی رقم انجام بده. در امورات شخصی، در امورات شخصی، در مدیریت خانواده خود دچار مشکل میشه و این مشکل متاسفانه در بزرگسالی داره. انشالله که در همین خردسالی تشخیص داده شود و بله. در پی درمان از او پدر مادرای عزیز باشد تا در بزرگسالی نکشه. انشالله. تشکر و سپاسگزار از خانم علیزاده عزیز و شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراهی کردین. سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما عزیزان. خداحافظی میکنیم و در پایان هم ورزش، سپورت و تفریح رو هم فراموش نکنین همراه با جمع اعضای خانواده محترمتان. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم